امروز میخواییم با همدیگه ثبت نام سامانه جامعه تجارت انجام بدیم. با من تو این ویدیو همراه باشید. سلام بچه ها، من شاهین محمدی هم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخواییم با همدیگه ثبت نام سامانه جامعه تجارت انجام بدیم و اونو تکمیل بکنیم. این سامانه مربوط میشه به وزارت صنعت معدن تجارت و برای تاجرها بسیار حائز اهمیته، چون هم صدور کارت بازرگانی، هم تمدید کارت بازرگانی و هم انجام ثبت سفارش توی این سامانه هستش و بسیار مهم و کاربردی هستش. قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش کنم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، اگه دوستاتون نیاز به این آموزش داشتن برایشون بفرستید و کانال رو سابسکرایب کنید که من دلگرم بشم واسه ادامه ویدیوها. بریم با هم دیگه رو اسکرین ببینیم چطوری میتونیم سامانه جامعه تجارت رو ثبت نام بکنیم. خب دوستان، اول بهتون بگم که آدرس سایت ntsw.ir هستش و نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که این سامانه بر پایه نقش طراحی شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ابتدا به ساکن باید به عنوان یک شخص حقیقی ثبت نام بکنید، بعد به عنوان یک شخص حقوقی شرکتتون رو معرفی بکنید، بعدش که کارت بازرگانیتون دریافت شد به عنوان بازرگان حقوقی معرفی میشید. خب تو روال ویدیو بیشتر توضیح میدم. وارد سایت ntsw.ir که میشید از گزینه ثبت نام استفاده میکنید، کاربران ایرانی، ثبت نام کاربران ایرانی. بعد از اینکه وارد صفحه ثبت نام شدید یه سری اطلاعات شخصی ازتون میخواد، وارد میکنید این اطلاعات رو. همونطور که عرض کردم باید اول به عنوان شخص حقیقی توی سامانه جامعه تجارت ثبت نام کنید. بعد از اینکه اطلاعات رو پر کردید، حالا انتخاب تصویر هم به عهده خودتون هست، میتونید توی این مرحله عکستون رو نذارید. خب دو تا گزینه میده، میگه میتونید ساعت سنجی و ارسال کد اعتبار سنجی به موبایلتون انجام بشه، اعتبار سنجی به شماره همراه جدید از طریق کد USSD. من اینو تا حالا امتحان نکردم، راحت ترین حالتش همین از طریق موبایل. گزینه اعتبار سنجی با پیامک رو انتخاب میکنیم، یه SMS میاد برامون، کد عبور رو وارد میکنیم، کد امنیتی رو وارد میکنیم، گزینه تکمیل ثبت نام میزنیم و میزنه عملیات با موفقیت انجام گردید. برمیگرده به صفحه اول، صفحه لاگین. اینجا نام کاربری میشه کد ملی شما، رمز عبور میشه رمزی که توی صفحه ثبت نام انتخاب کردید. یه چیزی هم راجع به رمز بخوام بگم، مثل اون ویدئویی که راجع به رمز توضیح داده بودم، اینجا هم همون شکلیه، یک کاراکتر از حرفهای بزرگ، یک کاراکتر از حروف کوچیک و حداقل 6 کاراکتر عدد و یک کاراکتر خاص باید رمزتون رو تشکیل بده. مثلا عرض کردم ای بزرگ، ای کوچیک، 1 2 3 4 5 6 ادساین، این میتونه رمز باشه. خب نام کاربری، رمز ورودمون رو وارد میکنیم، یک کد امنیتی هم داره که وارد میکنیم، ورود رو می. بعد از اینکه وارد سامانه جامعه تجارت شدید و یوزر پستون رو زدید، یه همچین صفحه ای رو میبینید، کاربر گرامی خوش آمدید. این پایه حقیقی هستش، یعنی نقش شما به عنوان پایه حقیقی وارد شده و شما میتونید به عنوان یه شخص حقیقی از این امکانات استفاده بکنید. اما ما میخواییم راجع به پایه حقوقی و ثبت کارت بازرگانی حقوقی صحبت کنیم. یعنی اگه شما بخواییم به عنوان یه فرد حقیقی کارت بازرگانی بگیریم، باید وارد بارگذاری صلاحیت ها بشین و قسمت کارت بازرگانی اینجا درخواست صدور بدین که هدایتتون میکنه به سامانه مجوز دات‌آی‌آر که واسه کارت بازرگانی قسمت دومش براتون ویدیو میسازم. این ویدیو فقط میخواییم بهتون بگیم که چطوری سامانه جامعه تجارت رو، کارتابلش رو بسازید، نقشاتون رو تکمیل کنید، همه چیز آماده باشه که وقتی از سامانه مجوز ها منتقل میشید به سامانه جامعه تجارت، کارتابل سامانه جامعه تجارت داشته باشید، بیاید اینجا راحت مراحلتون رو تکمیل کنید. اینم از این گفتم، یه توضیحی هم واسه افراد حقیقی بدم که میخوان کارت بازرگانی حقیقی دریافت بکنن. ما میخوایم الان راجع به اشخاص حقوقی صحبت بکنیم. میایم توی منوی عملیات پایه، قسمت معرفی شخصیت حقوقی، اینو وارد میکنیم. اسم شرکتمون و اطلاعات شرکتمون رو از ما میخواد، میگه شرکت دولتی خصوصی، ما میزنیم خصوصی.
اگه وبسایت داری وبسایت تو بزن، شناسه ملی شرکت رو میخواد، نامآور میخواد، نامآور همون فکس منظورش دیگه فکر کنم. میزنیم حالا مثلا یه شماره میزنیم، ایمیلتون رو میخواد و در ادامه تلفن ثابتتون، دوباره همون فکستون هم میتونید وارد کنید. خیلی اطلاعات مهمی نیستش، یعنی زیاد فوکوس نکنید. من نامآور ندارم، تلفن ثابت برای شرکتم ندارم. این اطلاعات رو بزنید، حالا هر چیزی که دارید، مثلا میتونید اینجا تلفن خونتون هم بزنید. قاعدتا باید تلفن شرکتتون رو بزنید، ولی حالا اگه نداشتید تلفن خونتون هم میتونید بزنید، یا اگه ایمیل برای شرکت درست نکردید هنوز، ایمیل شخصیتون هم میتونید وارد کنید. شناسه ملی رو میزنید، ثبت اطلاعات شخصیت حقوقی رو وارد میکنید و یه پیغام میده شخصیت حقوقی شما به درستی ثبت شد. گزینه بستن رو میزنید و میایم بالا توی قسمت نقش. دو تا گزینه شد، یه دونه پایه حقیقی بود که به نام شما ساخته شده بود که دیگه به نام شرکت شماست. روش کلیک میکنید میاد توی پایه حقوقی، میاد توی صفحه شرکت. همونطور که میبینید امانه میره توی قسمت پایه حقوقی، نقش جاری نوشته پایه حقوقی. پس از نقش پایه حقیقی وارد پایه حقوقی میشیم که ادامه کار رو انجام بدیم. حالا ادامه کار چیه؟ یه قسمتی داره مدیریت حساب کاربری. وقتی تو این قسمت میاین، مشخصات خودتون که چیزیه که وارد کردین، همون چیزی که تو اطلاعات ثبت نام بوده، حالا کد پستی و ادامه اطلاعاتی که نوشتید، چک میکنید که چیزی اشتباه نباشه. یه گزینه دیگه داره، یه تب دیگه داره به اسم مشخصات شرکت. وارد این که میشید، آخرین آدرس شرکتتون رو از اداره ثبت شرکت ها اینجا استلام گرفته و گذاشته و همونطور که میبینید اصلا قابل تغییر نیست. یعنی شما باید برین، اگر این آدرستون اشتباهه، باید برین آگهی تغییرات بزنید که یه ویدیو براش گذاشتم، این بالا براتون میذارم، برین اون ویدیو رو هم ببینید اگر میخواین تغییر آدرسی انجام بدید. خب اطلاعات اینجا رو هم چک میکنید، همه چیز باید درست باشه، همه چی رو باید تکمیل کنید. اگر چیزی اشتباهه باید از مرجع خودش درست کنید، مثل همین آدرس که از مرجع ثبت شرکت ها میاد، فهرست اعضای هیئت مدیره، سوابق مدیر عامل در سامانه جامع که نشون میده که شما به عنوان شخص حقیقی هم توی سامانه جامع ثبت نام کردید. یه تب دیگه هم داره به اسم سوابق فعالیت، که اگر شما فعالیت کرده باشین، ثبت سفارشی زده باشین، داستانی توی سامانه جامع داشته باشین، اینجا بهتون نشون میده. پس اگر اومدین توی قسمت مدیریت حساب کاربری، اطلاعاتتون کامل بود و درست بود، نیازی نیست کاری بکنید، فقط بیاین اینجا که اطلاعاتتون رو ببینید که اگر چیزی اشتباه اصلاحش بکنید. سامانه جامع اون ساخته شد. الان برای اینکه شما بتونید درخواست صدور کارت بازرگانی حقوقی بدین، باید وارد سامانه مجوز.ir بشید. من اومدم این کارتابل سامانه جامع رو به شما نشون بدم که به چه شکل هستش. توی ویدئوی بعدی حتما توضیحات کامل رو راجع به این که درخواست صدور کارت بازرگانی شرکتی رو از سامانه مجوزها بدیم و چطور منتقلش بکنیم به قسمت بارگذاری صلاحیت ها که اینجا هستش، توضیحات کامل میدم. پس شما بیایید کارتابل سامانه جامعتون رو بسازید. یه کاری دیگه ای هم که باید بکنید، حالا تو مراحل بعدی باز بهتون میگم، شما باید یه توکن امضای دیجیتال داشته باشید. اونم کامل توضیح خواهم داد. میخوام که یه ذره ویدیوها جزئی تر باشه، اطلاعات خیلی زیاد یا یهو توی یه ویدیو نذارم و ویدیوهای جز به جزئی درست بکنم برای این کارها. پس این ویدیو مربوط میشه به ساخت سامانه جامع تجارت و اینکه نقش جاریتون پایه حقوقی و حقیقیتون رو تکمیل کنید، که بعد از اینکه کارت بازرگانیتون رو گرفتیم، یه پایه بازرگان همینجا با اضافه میشه که برای کارت بازرگانیتون هست و برای اینکه بتونید ثبت سفارش بزنید. امیدوارم که کارتابلتون رو بسازید و آماده بشید برای درخواست صدور کارت بازرگانی. خب اینم از ثبت نام سامانه جامع تجارت، امیدوارم که به کارتون بیاد و به دردتون بخوره. قبل از اینکه خدافظی کنم، بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستید، اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها از من بپرسید، کمتر از 24 ساعت به سوالاتتون جواب میدم، و سابسکرایب بکنید که من دلگرم بشم واسه ادامه ویدیوها. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.